آن شنبه شب 18 اسفند 1390 مجاهد خلق نور محمد بیرانوند پس از 23 سال مبارزه با فاشیسم دینی حاکم بر ایران در شهر اشرف درگذشت و به یاران صدیق و شهیدش در حماسه پایداری اشرف پیوست. مجاهد صدیق محمد بیرانوند که به بیماری سختی مبتلا بود به علت محاصره ضد انسانی اشرف در زمینه دسترسی به درمانهای فوری تخصصی با مشکلات زیادی مواجه بود و پس از مراجعات متعدد به بیمارستان تحت اشغال نیروهای عراقی در اشرف و بیمارستانهای بغداد و بعقوبه سرانجام در اثر گسترش بیماری و سیروز کبد و سیروز کبد به درود حیات گفت. مجاهد خلق نور محمد بیرانوند از فرزندان دلیر مردم لرستان بود و در سال 1338 در یکی از روستاهای خرم‌آباد به دنیا آمد. او که در سالهای نخست پیروزی انقلاب ضد سلطنتی با سازمان مجاهدین خلق ایران آشنا شده بود، پس از سالها هواداری و فعالیت 23 سال پیش به سازمان مجاهدین خلق ایران پیوست و برای نبرد با دیکتاتوری و استقرار آزادی و حاکمیت مردم در صفوف ارتش آزادی بخش ملی ایران سلاح مجاهدت به دست گرفت. این مجاهد صدیق در تمام سالهای نبرد با دیکتاتوری حاکم و به خصوص طی 9 سال پایداری در شرایط محاصره اشرف به خاطر پایبندی به ارزش‌های مجاهدی مورد علاقه و احترام خاص یاران و همرزمانش بود. مجاهد خلق نور محمد بیرانوند در برابر توطئه‌های دشمن ضد بشری و عوامل رژیم ولایت فقیه در حکومت عراق و به مناسبت‌های مختلف نوشته بود: در شرایطی که اشرف در محاصره کامل قرار دارد و مزدوران با صدها بلنگو مجاهدین را به تسلیم شدن به قاتلان مردم ایران و قاتلان شهیدان قهرمان خلق فرا می‌خوانند، جواب من هیهات من نزله و توف کردن به جنایت و خیانت است. ما به کوری چشم خامنه‌ای و مزدورانش ایستاده‌ایم، می ایستیم و یک ذره از اصولمان کوتاه نخواهیم آمد. ان الباطل کان زهوقا، نیروهای جهل و جنایت رفتنی هستند.